و همچنان که می رفتند، عیسی مسیح وارد دهکده ای شد و زنی به نام مرتاح او را به خانه اش مهمان کرد. مرتاح خواهری به نام مریم داشت که پیش پای عیسی نشسته بود و به سخن او گوش می سپرد. اما مرتاح که گرفتار خدمت به او بود برآشفت. پس به کنار عیسی آمد و گفت: مولای من، آیا اهمیت نمی دهی که خواهرم مرا در خدمتگزاری به تو تنها گذارد؟ به خواهرم بفرما که بیاید و من را کمک کند. عیسی پاسخ داد: مرتاح، مرتاح، تو خود را مضطرب و نگران چیزهای زیادی می کنی، اما مریم بخش بهتر را برگزیده است و این از او گرفته نخواهد شد. انجیل لوقا باب 10 آیه 38-42. به جی، کیمیاگری که کاربرد و اسرار اکسیر اعظم را می دانست. کیمیاگر کتابی را که یکی از مسافران کاروان آورده بود به دست گرفت. جلد نداشت، اما اسم نویسندهش را پیدا کرد: اسکار وایلد. کتاب را که ورق می‌زد، به داستانی درباره نرگس برخورد. کیمیاگر افسانه نرگس را می‌دانست، همان جوان زیبایی که هر روز می‌رفت تا زیبایی خودش را در دریاچه تماشا کند. بعد چنان شیفته خودش شد که روزی در دریاچه افتاد و غرق شد. در جایی که به آب افتاده بود، گلی رویید که اسمش را گذاشتند نرگس. اما اسکار وایلد داستان را اینطوری تمام نکرده بود. می گفت وقتی نرگس مرد، اوریادها یا الهه های جنگل کنار دریاچه آمدند. آن دریاچه آب شیرین به کوزه‌ای سرشار از اشک‌های شور استحاله یافته بود. اوریادها پرسیدند: چرا گریه می‌کنی؟ دریاچه گفت: واسه نرگس گریه می‌کنم. اوریادها گفتند: آه، عجیب نیست که واسه نرگس اشک می‌ریزی. آخه با اینکه ما همیشه تو جنگل دنبالش می‌دویدیم، فقط تو فرصت داشتی از نزدیک زیباییشو تماشا کنی. دریاچه پرسید: مگه نرگس زیبا بود؟ اوریادها شگفت‌زده پاسخ دادند: کی بهتر از تو اینو میدونه؟ آخه هر روز کنار تو مینشست. دریاچه لختی ساکت ماند. سرانجام گفت: من واسه نرگس گریه میکنم، اما هیچ وقت به زیباییش پی نبرده بودم. واسه نرگس گریه میکنم چون هر بار که روی من خم میشد، تو عمق چشاش انعکاس زیبایی خودم رو میدیدم. کیمیاگر گفت: چه داستان زیبایی.